و مونتاژ آن با تجهیزات غربی که از قدیم داشتیم. چجوری عمل تری را انجام میدیم؟ میامد بیو آقا شما در محدوده 100 مایل هواپیمات نگه دار. هواپیمای دشمن که از مرز عراق پیدا شد اینو با سرعت بالا بالاتر از سرعت صوت ببر طرفش. ولی قصد درگیری نداری ها، فقط میبری طرفش، میبری طرفش در تیرس اون که قرار گرفت هواپیمات رو میاری پایین، با ارتفاع این پایین برمیگردی که اون گیج بشه این هواپیما کجا رفت. میدونی یه همچی فکرهای خوب خیلی مهم هستش، چون اگه هواپیما رو خارج از اون 100 مایلی که میبردیم، مرز 180 مایل میبردیم درگیر میکردیم، اون هواپیما ما رو میزد. هیچ یادم نمیره که در بحبه جنگ شهرها یه طرح خاص و ناب ایشون خودش عنوان کرد، یه رهگیری خاموش به نحوی که یک فروند از هواپیماهای فانتوم پایگاه سوم در فضا درگیر شد با 20 فروند هواپیمای عراقی و عملیات اونها رو به هم زد. حدود 50 تن بمب دشمن در هوا رها شد و فرار کردند. همینجور که نشسته بود میدید دیگه نه گزارشی اومده، نامه اومده، هیئتی اومده، جلسه‌ای شده، خودش به تنها یک تشکیلات کلان بود. یعنی تصمیم گیری ها در ستاد پشت میز تو ستاد گرفته نمیشد، تصمیمات در همون نقطه‌ای که اون آسیب وارد شده بود گرفته میشد. هیچ کس باور نمی کرد بتوان در داخل کشور حتی پیچ یک هواپیما را ساخت. برخی از این قطعات آنقدر حساس بود که خلبانان به خاطر عدم اطمینان به تعمیر آنها در داخل حاضر به پرواز با هواپیماها نبودند. ستاری در اولین قدم بخش‌های تعمیر و نگهداری را تقویت کرد و با حضور مداوم در کارگاه‌ها و ایجاد ارتباط مستقیم با مسئولان و فرماندهان هر بخش، آنها را تشویق به تعمیر قطعات و تجهیزاتی کرد که قبلا هرگز سابقه انجام آن را نداشتند. دو تا کار سنگین شهید ستاری تو دوران فرماندهیش انجام داد. یکی این که یک حس خودباوری در میون پرسنل نیرو هوایی زنده کرد، یعنی به پرسنل فهموند که ما نیازی به آمریکایی‌ها نداریم و باید خودمون انجام بدیم و قادریم، و اینا عملا به اثبات رسید. جهاد خودکفایی تو نیروی هوایی اون موقع تشکیل شده بود که این جهاد حالا تو جاهای دیگه هم بودن و اینجا خیلی ایشون پشتیبانی کرد که اونها هم از نظر هواپیما، قطعات هواپیما، موشک‌های رو هواپیما، هم سیستم‌های خود پدافندی، کل سیستم‌ها رو که دیگه یک پیچ نمیاد، سیستم‌های شرقی رو وارد کرده، مچ و هماهنگی کل جریان و سیستم‌های شرقی. خودش من یادم یه دفعه میگفت من موقعی که گفتم این پرستو بسازیم بهم خندیدن تو جلسه، در حالی که پرستو هواپیمای عجیب غریبی نیست، بالاخره یه هواپیمای ملخی ساده است، به عنوان کار ترابری خیلی سبک استفاده میشه. ریشه همه باورهای متعلق به تجربه های دوران کودکی و نوجوانی هم است. یاد دارم تابستان گلداری می کردیم، بیابان می رفتیم، ظهر که می شد مادرم ماستی را که صبح مایه زده بود و هنوز داغ بود با نان تازه دست پخت خودش برای من می آورد. از لحظه که آب به زمین می دادیم و تا هنگامی که محصولش را برداشت می کردیم، همش حاصل زحمت و دسترنج خودمان بود. ما این را به چشم دیدیم که می شود خودکفا بود. اگر در جنگ به ما قطع نمی دهند، اگر هواپیما نمی دهند، نباید فکر کنیم همه چیز را باخته ایم. آنچه که هواپیما را ساخته دانش است که ما نیز داریم. ما نیرو هواییمون قبل از ستاری نابود شده بود، ما چیزی نداشتیم دیگه، و تو این دوران چند ساله که ایشون فرمانده نیرو هوایی بود، دو مرتبه اصلا نیرو هوایی به وجود اومد. هم تجهیزات جدید رفت به هر صورتی که بود خرید، نیروهای 29 سوکو این F7 کردن، این هواپیمایی که داریم هم اون تجهیزات گرفت، و همم یک تحول عظیم تو سیستم هواپیمای موجودمون به وجود بود. پدافندم دگرگون شد تو اون مدت. سیستم شبکه پدافند فرماندهی و کنترل پدافند هوایی، بروز کردن شبکه فرماندهی و کنترل در نیروی هوایی از ابتکارات بسیار خوب شهید ستاری بود.
هیچ کدام از همکارانش شهامت اجرای طرح خطیری که او در عملیات والفجر 8 اعمال کرد را نداشتند. حتی اطلاعات و مهارت کافی را نیز نداشتند. گفت اگر رادار شما زده شد با من، شما بزنید، زدن با شما، خوردن با من. خب اینو هر فرمانده اونجا این حرفا نمیزنه. و 85% به بالا هر چی ایشون گفت ما عیناً همون رو دیدیم. صفحه طرز تفکر درسته، طرز تفکری هست که از سالیان قدیم این کار رو میکردن، ولی در اون زمان با اون دست خالی، با اون فشردگی، با اون برنامه نمیشد این رو اجرا کنی. اگر من سواد ستاری رو میداشتم، دقیقاً تمام اطلاعات اون رو میداشتم، من به شخص هنوز جرأت نمیکردم اون کاری که ستاری کرد اون کار رو انجام بدم. بحث در واقع شبکه کردن دادههای کشور که تو وسط جنگ انجام شد و میلیاردها دلار خرجش بود، با حدود 100 میلیون دلار جمع شد تو جنگ، که شما صدها رادار رو کوچیک و بزرگ بیاید توی شبکه وصل بکنید، مثل مثلا یک چشم در واقع مرکب یه حشره، که هر کدوم از اینا به حال یه بردی دارن، یه قابلیت تشخیصی دارن، یه چیزی رو میتونن بپان، و اینا رو بیاید تو سیستم دفاعی استفاده بکنید. که دیگه این لامپ سایت های جماران رو باز کنید ببرید تو خاک بذارید، نبود. خدا رحمت کنه اون موقع تیمسار ستاری خیلی می اومد بوشهر. بوشهر خارک، چون اصل غذای سیستم اقتصاد ما، مرکز ثقل ما اونجا بود. ما میتونیم جزو بزرگترین کارشون بگیم همینه که تونست مثلا پالایشگاه تهران و پالایشگاه اصفهان و اینا رو با تغییر سیاست کلی حفظ بکنه. شما همون تلمبه خونه یا تلمبه تله زن که در نظر بگیرید، یک تلمبه خونه عظیمی که اگر احیانا یک بار مورد حمله قرار میگرفت، مدت‌ها در از استفاده نفت در سطح صادرات و امثال هم و ما محروم بودیم. البته فکر کنم 5 روز یا 6 روز متوقف شد که با اون کارایی که پدافند هوایی کرد، 2 مرتبه و تعمیراتی که پرسنل زحمتکش وزارت نفت انجام دادن، 2 مرتبه را افتاد و این روند صدور نفت تا پایان جنگ ادامه داشت. تموم شد و قرار نیروی با تمام مشکلات و مسائل، پرسنل خیلی خسته از جنگ، خلبانایی که بسیارشون بالای 1000 ساعت پرواز پدیده بودن تو خاک عراق و تجربه خیلی زیادی داشتن و خیلی هم خسته شده بودن. هرچند که جنگ به پایان رسیده بود، ولی باز دایره تحریم ها علیه کشورمان هر روز تنگ تر می شد. 2 هدف بزرگ پیش روی خود داشتیم: احیای نیروی انسانی و جبران کمبودهای اساسی. در بخش نیروی انسانی من به فکر چاره اساسی بودم. بنیاد دانشگاه شهید ستاری رو که گذاشته، این بنیاد تشکیلات دانشگاهی رو، یک تشکیلات علمی رو. فکر من آن بود که باید دانشگاهی تأسیس کنیم تا تمام مراحل آموزش، یعنی دریافت نشان خلبانی، در داخل انجام شود.